بفرمایید. بله، خواهش بفرمایید. من میخواستم عقیده شما رو راجع به کلن مسائل داشتن مذهب به صورت کل و مسائل عرفانی مذهب اهمیتش، ارزشش و حتی درصد نیاز بهش برای سلامت چه به عنوان یک فرد در جامعه چه به عنوان یک خانواده در جامعه امروزی رو بدونم من با اجازهتون یه توضیح کلی چون فقط ده دقیقه وقت ده دارم ده. عرض می کنم اگر لطف کنید دنباله این صحبت یه وقتی دیگه در خدمتون هستم ببینید اولین مسئله این است که شما ناچار باید انسان رو تعریف کنید و بر اساس این تعریف که آیا انسان رو در حقیقت یه موجود مادی طبیعی میدونید یا علاوه بر این جنبه مادی و طبیعی به جنبه ها و جلوه های دیگر او باور داری چون خیلی نمیشه علمی داشت برای که اونقدر دنیای علم در این زمینه کاری نداری اصلا کار اون نیست این رو اول روشن کنید دوم شما میدونید که وقتی صحبت درباره دین و مذهب هست اولا این در فرهنگ ها و در جوامع مختلف و در تاریخ معانی بسیار متفاوت داشته از نظر یه عدهی مفهوم دین و مذهب فقط یه ارتباط شخصی و فردی و معنوی یا روحانی با فرض کنید خالق یا خداست یا آنچه که منشه خلقته و برای یه دین یعنی از قبل از تولد تا بعد از مرگ یعنی همه جنبه های زندگی رو در بر میگیره و به همین جد است که شما هم با دو گونه افرادی که باور مذهبی دارن رو میشید هم با دو نوع جامعه یا مذهب که برخی به همه چیز زندگی شما کار دارن و برخی به هیچ چیز شما در حقیقت کاری ندارن و سومین مسئله که اشاره فرمودید در این ماجرای ادیان و مذاهب معمولا ادیان و مذاهبی که جنبه کمی فرایی رو عمومی دارند چون میدونین ما نمیتونیم بگیم ادیان الهی یا غیر الهی اون انتخاب ماست برای اینکه معمولا مثلا با توجه به زمینه تاریخی میدونیم که هر دین بعدی قبلی ها رو معمولا الهی میدونه ولی بعد از خودش رو الهی نمیدونه و خب طبیعی است که اگر قرار باشه من فکر بکنم که من حق دارم تصمیم به الهی و غیر الهی بودن بگیرم مهم اینه که دین من از نظر تاریخی یا منطقه جغرافیایی کجا قرار گرفته به همجاز که نه اینکه قصدی باشه فرض کنید یه دوست یهودی حضرت مسیح و حضرت محمد یا مسیحیت و اسلام رو قبول نداره در حالی که مسلمان یهودیت و مسیحیت یا حضرت موسی و حضرت مسیح رو به عنوان پیامبر یا به هر حال به عنوان نماینده و واسطه خدا به هر شکل و فرمی باور داریم و این نشانه این نیست که ما خبر داریم یا نداریم بلکه فقط جایگاه اونها رو در سلسله ادیان و از نظر تاریخی مشخص میکنه معمولا ادیان به یه جنبه ای اون ادیان کلی و اون یه جنبه الهیات رو دارن و در نتیجه نظامی از زمینهای فلسفی و باورها رو دارن که به عنوان فلسفه اولا یا الهی میشناسیم بعدا وارد کلی و عمومی چه در جهت هستی و چه در جهت شناخت؟ قسمت دیگه معمولا قوانین و مقرراتی است که دارن کم طور که ارز کردم برخی قوانین بسیار کمی و برخی قوانین بسیار زیادی دارن البته نه اینکه فراگیر همه چیز باشه چون این تقریبا از نظر علمی و عقلی غیر ممکنه ولی به هر حال دارن سوم یه مایه های اخلاقی اینجا مطرح است که در عین حال که در کلیاتشون میشه وچه اشتراکشون دید در تعریف و معنا متفاوت یعنی مفهوم عدالت رو شما همه جا میبینید ولی اینکه چه چیز عدالته کاملا اون وقت جای گفتگو داره و بعدا داستان ادعاهای اخلاقی با واقعیاتی که بعدا به صورت باورها و حتی قوانین در آمده مسئله چون شما میتونید فرض بفرمایید ادعای برابری انسان رو داشته باشید ولی بعدا بیایید بین مؤمن و غیر مؤمن بین زن و مرد یا بین این نژاد و اون نژاد تفاوت قائل بشید بنابراین شعار یه مسئله است واقعیات و تاریخ و قوانین موضوع دیگری است و بعدم مسئله مراسم و سنت ها و آداب و رسوم است که میدونیم در برخی از ادیان به جزئیات آمده و برخی نه و خیلی از اوقات ادیانی هستند که اصلا با این سنت ها و آداب و رسوم و مراسم و شاعر یا ریچوال اصلا بیشتر خودشون و همدیگر رو میشناسن تا مثلا اصول باورها یا اعتقادات بنابراین این مسئله است حالا مطلب ارفانی که فرمودید گفتگوی ارفان یه بحث دیگری چون مسئله ارفان که به معنی شناسایی در یک اعتبار فلسفه اولا قرار میگیره ولی بعدا همونطور که میدونید ما سه تا سیستم شناخت داشتیم سیستم علمی داشتیم فلسفی داشتیم و مذهبی کنار این سه سیستم علمی فلسفی و مذهبی به نظر من یه شاخه که از مذهب در آمده ولی پایه به حساب خودش کمی در علم و فلسفه داشته در حالی که به جنبه های کاملا غیر از راه و روش زندگی اعتنای ویژه‌ای داشته به صورت مفهوم عرفانی در آمده که البته خود این هم از یه اوجی و متاسفانه در برخی از زمین ها فقط از یه موجی برخورداره یعنی شما مفاهیم عالی عرفانی رو از بزرگانی میشنوید که در یه اوجی حرکت میکنند و دیگرانی که اون رو به زمین و خاک آوردن و واقعا نه تنها موج که خیلی از اوقات یه آب مختصری حالا تازه یا کهنه رو بنده نمیدونم بیشتر نیستن و بعد اصولا نگاهی که اونها به مسئله دارند یا چگونگی رسیدن به مرحله شناخت و آگاهی را چیز دیگری میدونند که گرچه با ظاهر شریعت متفاوته ولی در مسیر طریقت و حقیقت به هر حال گفتگوهایی داره در نتیجه اینا یه مفاهیمی است که مقدار شناخته چون فرض بفرمایید اگر شما به ژاپن تشریف ببرید و با مفهومی که اونا از دین دارن و خدا دارن برخوردی بکنید یا به هندوستان تشریف ببرید یا فرض کنید به خاور میانه کشورهای عربی یا کشور خود ما برید شما سه تا مفهوم بسیار مختلف و متفاوت رو میبینید که برخی از اوقات اونقدرها قابل شناخت نیست حالا با توجه به تعریفی که شما از انسان میکنید این مسئله رو باید در ارتباط با هم قرار داد از جانب دیگه من و شما به عنوان انسان در محیط اجتماعی زندگی میکنیم بنابراین در حالی که یه بحث فردی و مذهبی مطرحه بحث اجتماعی هم مطرحه در نتیجه هم در حیطه روانشناسی مقدار گفتگو هست که چرا افراد نظام باورها و اعتقاداتی دارند چرا افراد به اصولی پایبند هستند یا نیستند چرا افرادی در این اصول تا مرز آمادگی برای کشتن و کشته شدن میرن دیگران حاضر حتی به کوچکترین اختلاف و مخالفتی نیستند هم در مباحث جامعه شناسی مسئله این موضوع مطرح است که اصولاً محیط اجتماعی چگونه به ظهور این ادیان یا رشدشون احتمالا کمک کرده یا حتی از نظر یدی به وجود آورده و بعدا اینا چه نقشی در جهت عامل وحدت بخش و یا تفرق انداز داشتن چگونه موجب صلح ها و یا جنگ ها شدن چگونه جوامع رو در کنار هم یا در مقابل هم قرار دادن و اصولا از نظر سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی یا خانوادگی یا تربیتی چه کردند به همین جد است که برخی از اوقات شما مفاهیم دینی رو میبینید که کاملا با مفاهیم سیاسی در آمیخته و حتی اخلاق مذهبی و انسانی که به نظر من اصلا هیچ جایی در سیستم سیاسی نداره یه نوعی با هم آمیزش پیدا کردن یه جایی هست که شما کاملا مسائل مربوط به سیاست رو یا مذهب رو از هم جدا میکنید البته سیاست با حکومت یا مذهب با حکومت و سیاست دو تا مفهوم متفاوتن به همین که ایده معتقد هستند که ارتباط بین سیاست و حکومت رو میفهمن ولی ارتباط یا مذهب رو میفهمن ولی ارتباط بین حکومت رو با مذهب رو نمیفهمن یعنی بحث های عمیق و سنگینی در چارچوب مسائل روانی و اجتماعی مطرح است و البته اگر قصد این باشه که ما واقعا موضوع رو در چارچوب علمی و عقلی و منطقی و واقعیش تجزیه و تحلیل کنیم که به هیچ فرد و گروهی نه اهانتی بشه نه نظری تایید یا رد بشه احتمالا میتونه با توجه به به نظر من سرگشتگی و گمگشتگی که الان در جامعه راجع به همه چیز هست از جمله و متاسفانه درباره این مفاهیم هم برسیم اینه که اگر با توجه به این کلیات که شاید کمی بنده مسئله رو اینقدر عمومی عرض کردم که فایده یا برش نباشه اینو اگر هست حال شنیده باشید اگر یه وقت دیگه اول برنامه تشبیه چون همین اواخر آمدید اینه, اینه که تش... اگر ساعت سه تشریف بیارید احتمال ما ساعت سه مشکل نفهم یه کلام شما ارزشش رو درزش بودن یا نبودنش رو به عنوان یه محور در یک جامعه خانواده بودنش رو بهتر میدونید یا نه مشروط بنی واقعا ببینید از اونجایی که ادیان هم مورد استفاده هم سوء استفاده قرار گرفتن هم... به صورت هم... علمیش به عنوان یه خرافاتی آخه, آخه معلوم نیست که علمی چه باشه دلیم. یعنی ببینید خیلی از اوقات هم مسئله علمیش مسئله ارتباطش با مفاهیم زمان و مکان مطرحه یعنی برای بر اینکه پاسخی ندم که مثلا اگر بیاد با کمال میل اینا رو حاضر هستم بحث بکنم یعنی خوشحال میشم بره. که عرض کردم در این چارچوب بدون که به هیچ جا مرتبط باشه لطف کنید ساعت 3 بیاد چون من درست 4 دقیقه آگهی هست و درست هم موقعم رسیدیم ولی پاسخ من این است که متأسفانه هم مفید بوده هم مضر اینه که باید مثل دارو میمونه اگر به دوای درست درد درست بخوره درست فعلا میتونه گرفتاری بیاره یه وقتی دی دیگه بیان با هم صحبت کنیم من در خدمت, خدمت تمام ممنون